ما حوادث نگران کننده ای رو بعد از پیروزی انقلاب در عرصه تحولات سیاسی ایران شاهدیم، از اختلافات درونی قومیت ها در ایران گرفته، مشکلاتی که در منطقه کردستان رخ داده، تا اتفاقی که امریکایی ها برنامه هایی ظاهرن داشتن در ایران در قالب کودتای نوژه که کم بیش خبرش رو در تاریخ اخیر سیاسی در تاریخ معاصر ایران میتونید پیگیری کنید رخ داده، تا داستان هایی که در قالب تسخیر لانه جاسوسی و سفارت امریکا مطرح بوده و داستانی که امریکایی طراحی کردن برای ورود غیرقانونی به ایران و حمله به سفارت و داستان تبس، اینها تماما عوارض و حلقه های توطئه‌آمیزی بود که علیه این نظام سامان گرفت و پیگیری شد و عمده ترینش هم که جنگ، که یک جنگ 8 ساله تحمیل شد بر ملت ایران و خوشبختانه به یک نقطه در واقع کم ضرری برای ایران ختم شد. حالا تصور بفرمایید نظامی که اومده تحولات منطقه رو در واقع پشت سر گذرونده، در قامت جدیدی رخ نشون داده، هیچ مشابهتی با هیچ حکومتی در قرن معاصر نداره، یک جنبه استقلالی کامل برای خودش داره، نتونسته در مقدمات کار تیمی رو و سامانه رو تدارک ببینه که کشور رو اداره بکنن، مواجه شده با این همه حلقه هایی از توطئه و مشکلات و عمده ترینش هم جنگ که بیشترین ظرفیت و توان اقتصادی و توان مردمی ما رو این جنگ گرفت و عملا امکانی که میتونست در مسیر توسعه مندی کشور به کار گرفته بشه در مسیر دفع دشمن به کار گرفته شد. ما این مسیر رو داریم تا سال 68 و درست سال 68 که به تدبیر امام جنگ پایان پیدا میکنه و ما میتونیم بپذیریم که یک ترک مخاصمه رو با عراق داشته باشیم، این زمانی رخ میده که به دلیل کهولت سنی که حضرت امام داشتن و بیماری که برایشون عارض شد، امام رو هم از دست دادیم. فی الواقع ما در سال 68 اگر به گذشته خودمون نگاه میکردیم، این همه گرفتاری رو بر عرصه زندگی مردم میدید و در نقطه‌ای داره این اتفاق رخ میده که بسیار نگران کننده است، به خصوص اینکه انقلاب‌های فرهمند هست و رهبران فرهمند داره، شخصیت‌های کاریزمایی داره که اینها نقش بسیار مؤثری در هدایت ملت و مردم دارن، تمامی قدرت و توان به یک شکلی متعلق به اون شخصیت محوری است و امام همچون شخصیتی بود و طبعا مردم این طوری به امام نگاه میکردن و احساس میکردن که امام به جای 1000 مرد برای اونها داره مدیریت میکنه، به جای 1000 مرد میجنگه، به جای 1000 مرد تصمیم میگیره. امام هزارها بود، امام برجسته‌ای بود که مردم همه عشق و امید و آرزوهای خودشون رو متجلی در وجود ایشون میدیدن. بعد درست در نقطه‌ای از تاریخ ایشون در واقع ملت خودش رو ترک میکنه و رحلت میکنه که درست استیم به یک نقطه عطف تاریخ و اون نقطه ایست که جنگ به عنوان بزرگترین حادثه عارضه و ناهنجاری بر ملت ایران به پایان خودش رسیده و ما داریم به یک نقطه جدیدی وارد میشیم، به یک دوران جدیدی وارد میشیم. طبعا سال 68 بسیار امید بخش و در این حال نگران کننده است. امید بخشیش از این که ملت ایران به این جنبندی رسیده که همه توطئه‌ها به دلیل اون انسجام ملی، به دلیل اون اتحاد و وحدت در رهبری نظام، به دلیل همبستگی مردم و ملت، تمامی این توطئه‌ها یکی پس از دیگری از بین رفته و عملا خونسا شده. این جنبه امیدوار کنندش. و اما نکته نگران کنندش هم این بود که خب کسی که به اتکای او و به محوریت او تمامی این گرفتاری ها رفت شده، از میان اونها رفته و اینا میخوان تصمیم بگیر. معمولا اطلاع هستید کسانی که چون این نقش برجسته‌ای در تاریخ ملت های خودشون دارن، به سادگی و
با یک تدابیر بسیار ساده‌ای کسی امکان جایگزینی برای اونها بعد از اونها رو نداره و معمولاً یک فاصله بزرگی بین رهبر و پیشوای نخستین و شخصیت‌های بعدی که به عنوان رهبر میخوان در قالب یک هویت حقوقی ظاهر بشن فاصله بسیار زیاد و ما در این نقطه به هر حال نگرانی این رو داشتیم که چه اتفاق خواهد افتاد. به هر حال به اعتبار تدابیر که از پیش خود حضرت امام داشتن و این ظرفیت که خوشبختانه ملت ما در میانه رهبران بعد از امام در درون خودش داشت، یک جایگزینی مناسبی در رابطه با رهبری توی کشور ما رخ داد و حضرت آیت الله خامنه این جایگزینی برای نسبت به امام برای ایشون اتفاق افتاد. فارغ از این که در اون مقطع تاریخی چه کسانی با این انتخاب همراه بودن یا چه کسانی همراه نبودن خیلی ها موضوع امروز ما نیست، اما حقیقتا به عنوان یک اتفاق مهم و کلیدی که کمتر از 24 ساعت بعد از رحلت امام ظرفیت تدبیر در درون شخصیت‌های مؤثر و تأثیرگذار در درون ملت ما اینقدر این ظرفیت بالاست که می‌تواند خلأ رهبری رو در کمتر از 24 ساعت ترمیم کنه، این یک دستاورد بسیار بزرگی است. بنابراین در تاریخ ملت‌ها کمتر از این حسن تدبیرها ما سراغ داریم. با از دست رفتن رهبر نخستین معمولاً اختلاف‌ها و افتراق‌ها وحشتناک ظاهر میشه و مشکلاتی رو به وجود میاره. خوشبختانه ما این رو در تاریخ ملت خودمون نداشتیم.